خدا، بدبخت شدم. به به، آقا مردان، ساعت خواب خفم کردی دیشب. مجبور شدم برم اون اتاق بخوابم. اصلا مگه خوابیدم؟ تا صبح همش استرس داشتم. بختی نداد بگی چرا اینجا خوابیدی مردان اونجا. این بوش چیه؟ بنزین، نفته، چیه؟ خفه شدیم، پاشو برو همون ده، پاشو دیگه. همه رخت خوابا رو باید بشورم از دم. باشو. حوله من اینجا بود چی شد؟ گذاشتم خیس بخوره. تو بیا برو یه پارچه یه چیزی بهت میدم خودتو خوش کنی. برو. اوف. همه رخت خوابا رو باید بشورم. اه اه اه، بو رو ببین. مگه نگفتی یه سر میرم خونه فامیلم و زود بر میگردم؟ یه سر زمین بود؟ تا صبح طول کشید؟ این همه گندم رو به گند کشیدن رفت؟ همه جا رو بوی گازوئیل برداشته، نمیشه نفس کشید؟ حالا جواب مردم من چی بدم؟ اگه فردا زنگ زدن گفتن این بار ما نرسیده، بهش چی بگم ها؟ بگم یه آقا حاتم داشتیم میخواسته یه سر بره مهمونی به فامیلاش سر بزنه تا صبح طول کشید. حتما همیشه همین کارا رو میکنه دیگه. ما هم که نیستیم ببینیم چه غلطی داری میکنی. یاشا. بله. بادپا کارت داره. با من؟ چی کار داره؟ من یه پول نمیخواستی. برای چی به اون گفتی؟ پسر خوب، پول دارمون اونه. از اون نگیری اکسی میخوا بگیری. پول میخوای؟ چقدر؟ بله، 10 تومن. پس میدی؟ نگه میشه پس ندم. چی جوری؟ مسابقه میدم، مقام میارم، پستون میدم.
بیا. تمام؟ دست شما درد نکنه. مطمئن باشین مسابقه میدم، مقام میارم، زود بهتون پس میدم. اگه مطمئن نبودم که باهات شراکت نمیکردم. شراکت با من؟ مدرک کسبت رو آماده کن، قرارداد مدرکش هم فردا مینویسیم و امضا میکنیم، جفتمون با هم میشیم مالکش. من از پا به کسی شریک نمیشم. پول چی؟ نمیخوای؟ اگه قرض میدین چرا؟ من به زنم هم پول قرض نمیدم، برای معامله را هستم، چکشم ایناش. من همینجوریشم یه حقا و گلی گردن اسبت دارم. این یونجه ها و کنسانترا و ویتامین ها که میخوره، ما یه بار دکتر میاد چکش میکنه، مفتی که نیست، خرج داره. کی خرجشو میده؟ تو میدی؟ اندازه سه نفر دارم اینجا براتون کار میکنم، هم کارگری میکنم، هم دستیار مربیتونم، هم چابک سوارتونم. چقدر بهم میدین؟ زیر دینتون نیستم که بخواین الان مهنت خودتون سر خودم و اسبم بذارین. آقای سه نفر، اینو من نگهش میدارم، شاید نظرت برگشت. برگشت خبرم کن. من یولدوشو با هیچ کی شریک نمیشم. این اسبش یوروک نیست. اسب کورس باید گردنش بلند باشه، باید گردنش کلفت باشه، تنومند باشه.
این یه لاهه، به درد کورس نمیخوره. از قیافش معلومه که استقامتش خوبه. اوزاق چیه؟ به درد راهای طولانی میخوره. اگه یه ذره تقویتی اینا بهش بزنیم میتونیم تو دست خوب بفروشیمش. صفدر یه چیزایی میگفت. صفدر همیشه یه چیزایی میگه. میگو وقتی از انبارشون اومدی بیرون بو گند گازوئیل داشتی میدادی. رو سرت هم خاکه گندم نشسته بود. شما به من که داداشتم اعتماد نداریم. وقت به صفدر که غریب است بیشتر از من اعتماد میکنی؟ این دختره 14 ساله واسه من داستان سرایی نکن. بگو بینم اونجا داشتی چه غلطی میکردی. دیشب این حاتم مفخور رفته بود مهمونی. هرچی دپو کرده بودیم پخشش کردن. دو تا بشکه 220 لیتری گازوئیل تو حیاط داشتیم، همه رو ریختم تو سالن و گندما. نه دوربین نداریم. شما الان چی کاره این؟ کارگراتو میخوای؟ کی تموم میشه؟ باشه، تموم شد بفرستشون اینجا یه کمکی به ما بدن. ماشین رو روشن کن بریم. آلما، دختر گلم، کجایی؟ نیستش. مادر کجایی؟ آلما دخترم کجایی مادر؟ ای بابا میانم میرم، چیزی هم به من نمیگم، دل با پسشون شدم، معلوم نیست اینجا چه خبره. آلما جونم دخترم، آلما مادر اینجایی؟ چیکار میکنی تو؟ مادر چرا خبر نمیکنی؟ من این اتاق اون اتاق همه جا رو برای تو گشتم، تمام جا رو کردم، چقدر دل با فست شدم. به من بگو یه جا میری، یه جا هستی. من گفتم خدا نکرده قلبت شد یه طوری شد خبر نیست انقدر صداد میکنم. چیزیم نیست بیبی نور، اومدم یه کارامو انجام بدم، نگران نشو. خب مادر به من بگو، آخرش من سکته میدی ها. ببخشید الانم برو بالا، من الان کارامو جمع و جور میکنم میام پیشه. پس من میرم نمنوش برات درست میکنم، یه دارم میوه درست میذارم پوست میکنم. بیا باشه دست دارم. حتما بیا یا میام الان برو. الو سلام. خونه ای؟ آره. ماجان کو؟ تو اتاق خودشه. ببین میر جلال از مدرسه که برمیگرده از کدوم مسیر میاد؟ همون مسیر بیا دارم میام دنباله. دنبال من؟ آره. فعلا هم به کسی چیزی نگو، فقط زودتر بیا. باشه خداحافظ. خداحافظ.
فیروزه؟ اینجا چی کار میکنی؟ چرا نرفتی خونه؟ قصه میخورم. خانم اگه اینجا بسته شه، اگه اینجا تعطیل بشه، ما همه زیر سایه شما داریم زندگی میکنیم. اگه اینجا تعطیل بشه ما چیکار کنیم؟ اینجا به این راحتی ها تعطیل نمیشه. اگه قرار بود تعطیل بشه همون موقع که 20 سال پیش شوهر من فوت شد تعطیل شده. قصه نکن، آدم انقدر زود ناامید نمیشه. بیا. اومدم پیس. پیس؟ اونجا واسه چی؟ یاشار اومده اینجا. کی میای؟ زود میام، کار زیادی ندارم. پس منتظرم دیگه. خدافظ. خدافظ. پسر یزدان هستی؟ ها؟ بله. میدانی من کی هستم؟ بله میدونم. های 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 درست این پدرت لجباز هستی، نه بزرگتر میشناسی نه کوچکتر. گفتم برایت خانه اجاره کنم، ول کردی اومدی اینجا که چیکار کنی؟ ها؟ خواستی زیر منت قلش نباشی؟ این همه محبتی که من به تو کردم، اگه عموهات تو رو آدم حساب میکردن وضعت اینطوری نبود. چی داری؟ زمین داری؟ ثروت داری؟ ماشین داری؟ نه ندارم. فقط اون خونه ای که از پدرت به تو رسیده و یه اسب. های پای، یک اسب دارم، خجالت بکشم. اون زن، همونی که واسطش کردی اومد کلات پیش من، باید حرف زد؟ صحبتی باید کرد؟ چه صحبتی؟ از من چرا میپرسی؟ از خودش بپرس چه صحبتی؟ وه خداحافظ. یاشار جان، مامان جان، نمیدونم الان کجایی و چند سالته،
نمیدونم تا حالا درباره ما چیا بهت گفتم، درباره من، درباره پدرت. یاشار جان، مادر جان، جانم برات بگه، جانم برات بگه، گوشم کن، فقط گوشم کن. یاشارم عزیزم، نور چشمم، وقتی میخواستم بخوابونمت برات لالایی میگفتم، الانم که بزرگ شده میخوام برات لالایی بگم. خوب گوشات رو واکنی ببینی چی دارم بهتون میگم. این هفته تو کورس تو یکی از دورها شما با همین. این که دوره اول و دوم و سوم خیلی مهم نیست. مهم اینه که چابک سوارتون اسبش اسب نیست، فانتومه. حالیتونه؟ یعنی اگه دور بگیره به گردش هم نمیرسی. اما استارتش ضعیفه. پس چیکار میکنی؟ همچی که در دپاروا شد امونش نمیدی. میری جلوشو میبندی، شما دوتا هم چپا راستش بایی میستی، فهمیدی؟ بله. آب باری کلا، نمیخوام جلو بیفته. اگه کارتونو خوب انجام بدین، از این شیرنیایی که دولت خانه الان میخواد بهتون بده حالا حالا بهتون میرسه. بیا اینه برون خودتون چهارتا تقسیم میکنیم. مخلص دولت خانم هستیم، همچی پرسش میکنیم که از راست جمع نخوریم. آباری کلا به سلامه.
تو مگه آشپزشون؟ هر روز این همه باید غذا درست کنی؟ بهترین صبحونه رو بهشون میدیم، بهترین نهارم میخورن، اینا مگه تو خونه خودشون چی میخورن؟ خانوم، با شما دارم صحبت میکنم. به تو چه ربطی داره؟ برو به کار خودت برس، برو سر درس و مشقت. هیچی بهش نمیگم، تو همه چی دخالت میکنه. یه روز به جای این چیزا نون خشک و چایی بذارین جلوشون، پولم بهشون ندین، ببینم فرداش یه نفر بلند میشه بیاد. خیلی مردی، حرف زدن بلدی. خیلی خوب، شب بیا بشین روبروی پدرت، تو چشماش نگاه کن، اینایی دی که به من گفتی به بابات بگو. حالا برو کنار. یکی دیگه زمین ها یکی دیگه را آتیش زده، یکی اونیکی رو دنبال کرده، خونش را آتیش زده، خودشون این خیالشون هم نیست. ما این وسط شدیم کاسه داختر ازش. ببینم این خونه مگه بزرگتر نداره؟ تو چی کار به این کار رو داری؟ با مادرش آدم اینطوری حرف نمیزنه که. یه چیزی بهت میگن بگو چشم، فهمیدی یا نه؟ چشم. حالا برو به کار خودت برس. خسته نباشی. ببخشید من دخالت کردم. کار خوبی کردی، حقش بود. خسته نباشی. به به، آیی جان چی کار میکنه؟ آرام بزنم کمک میکنه. قربونش برم من، خسته نباشی. کاری هست من بکنم؟ نه خسته دارم. خسته نباشید. دستگاه همه سالمن؟ آره سالمن خانم. چطور؟ نمونه برداری و آزمایشا این اواخر کامل انجام شده؟ من همیشه همه رو کامل انجام میدم. آدمه یه وقت بی‌حوصله میشه، یه وقت خسته است، دو تا رقمه بالا پایین بشه. نه خانم، خیالتون راحت بشه، همه رو دقیق انجام میدم. چیزی شده؟ خب اصلا اگه اینجوریه بیاین خودتون ببینین. ببینین و این که هیچ. ببینین من رطوبت، گلوته، خاکستر، مخصوصا رطوبت رو هر نمونه ای که بهم میدن دوبار انجام میدم. همه این نتیجه رو با هم تطبیق میدم، میذارم تو سیستم. ببین خودتون. هر روز انجام میدی آزمایشا رو؟ خانم من آزمایشایی که بقیه هفته یه بارم انجام نمیدم، هر روز دارم انجام میدم. شما به من اعتماد نداری؟ چه؟ من به تو اعتماد دارم. کارتو بکن. شما سه تا همش با هم بودید.
سایتونم گم میکردید زنگ میزدید به هم دیگه ببینید پیش کدومتونه. کجاست الان؟ ما نمیدونیم. یعنی به ما چیزی نگو. جاش امنه؟ ای بابا من میگم ما نمیدونیم. اون وقت بهتون شما بهتون گفته که نگید ها؟ باشه خوبه. اسمش هم میذارید رفاقت، مردونگی، دوستی. من با این چیزا کاری ندارم. من فقط میخوام وقتی که رفتم پیش آتا یه چیزی واسه گفتن داشته باشم. میخوام بهش بگم که خالد قلیا تایمازو پیدا نمی کنن. خیالشو از این بابت راحت کنن. کی بود اومد در خونه تک تک ما گفت؟ چی گفت؟ گفت باشون دن به دن نکنیم، کاری به کارشون نداشته باشیم. تو بودی دیگه، تو مگه نیومدی و همه اینا رو نگفتی؟ ببین همین الان جلوی خونه‌ای که مادرم و خواهرم توش هستن اومدن وایسادن مثل سرباز دارن ساعتی پاس میدن. بعد تو اومدی اینجا که ما به تو جواب بدیم بری به آتا بدی خیالش راحت شه؟ میخوام 100 سال سیام خیالش راحت نشه. برو بهش بگو دولت خان تایماز رو پیدا کرد کشت. گوشتش هم انداخت جلوی اسباب بخورم به جای ویتامین. راست گفت. از بچه های ما هیچکی نمیدونه تایماز کجاست. اگه میدونستن من یونس سالا فهمیده بودیم. یه بشی ماجان کار داشت، گفتم اینا رو بیارم اینجا یه خورده کمکش کنم. واسه جهاز توه. خودش پشما رو شونه زده، خودش نخ میکنه، خودش هم قالیشو با ست میبافه. فقط حواست باشه تو مثل من نشی. هر وقت خواستی به یکی بله بگی طرف لیاقت داشته باشه. ای بهار انگار رو نبین من. سلام. به به آقای سام، گفتیم بیام اینجا کارم داریم. بشین بابا کارت دارم. سلامتی پسر مایی، تاج سر مایی، طرف هفت پشتش با ما غریبه است بابا جون. نوه عموی بابای نمیدونم کیه که ما میشه. تا میشنم من کارش دارم
از گمشتپه میزنه میاد رو کلات که یه موقع کار من رو زمین نمونه. اون وقت تو که پسر منی، تاج سر منی، بهت میگم کار دارم، بهت میگم برو کلا بیار، باید بری سر بیاری. کار ما رو ول میکنی میذاری به امون خدا. من کنکور دارم. چی داری؟ اگه نخونم و برنامه ریزی هم عقب میفتم. خب باشه، مثلا اینایی که همه رفتن دانشگاه درس خوندن دکتر شدن، کجای این دنیا رو گرفتن که تو یکی بخوای بگیری؟ من پزشکی رو دوست دارم. منم دوست داشتم برم تو ارتش، دلم میخواست تیمسار بشم، یه گردان بیاد جلوم رشه بره، همه به من که میرسن تق بزنم بالا. اون کو؟ اون چیزا که واسه آدم عزت و احترام نمیاره بابا جون، که بخواد واسه تو که دومیش باشه بیاره. ول کن اینا رو بابا، بریز بیرون، بریز دور. پول تو اینجاست، اینجا تو کار بنداز. حالا هم پاشو بیا کارت دارم. ده پاشو دیگه. اینجا چیه؟ انبار. خب انبار چی؟ انبار علوفه. برای چی؟ نمیدونم. آفرین. بارکالله، بارکالله. این شد یه حرف درست و حسابی. آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه خیلی راحت میگه نمیدونم. ادای آدمای فهمیده هم در نمیاره. حالا بیا بریم تا بقیه چیزها رو برای توضیح بدم. بیا بابا. اینجا رو که میبینی تا پارسال یه گاوداری خیلی بزرگ و مجهزی بود. اما حیف یه بیماری افتاد به جونشون، همشون هم بیر رفتن. اما من خسته نشدم، از پا نیفتادم. تصمیم دارم اینجا یه ورزشگاه بزرگ 5000 نفری بزنم با یه تیم والیبال درست. اما شما بچه های ترکمن استفاده میکنم. میخوام وقتی تو خیابون راه میرم همه جلون دولا و راست بشن، همه احترام بذارم. تو باید بردستم باشی پسر جون، کنارم باشی. من بهت احتیاج دارم، نقشه ها دارم. میفهمی که چی میگم؟ من میخوام درس بخونم. بله. چی گفتی؟ من 2 ساعته دارم بی خودی حرف میزنم، دارم تو گوش تو یاسین میخونم. من خواهم درس بخونم. درس بخونم. درس بخونی که چی؟ ها؟ چه غلطی میخوای بکنی؟ ها؟ میخوای چی کار بکنی؟ این چیزایی که من بهت یاد دادم پسر جون تو هیچ دانشگاهی هیچ استادی بهت یاد نمیده. من میخوام دکتر بشم. چی؟ دکتر بشی؟ ببندون دهن تو، دهن منم وا نکن. بابا پول بده اینو بخرم، بابا پول بده کوفت بخرم، بابا پول بده زهرمار بخرم. بابا بس دیگه، تو میخوای چه غلطی بکنی؟ والا به خدا قسم خسته شدم، تنهام. الهی الله، گوش کن ببین چی بهت میگم.
پا میشی میری خونه، هرچی کتاب متاب داری همه رو میریزی وسط حیاط و یه دونه کبریت هم میکشی زیرش، خلاص تمام. اینجور که من دارم بورسیت میکنم تو هیچ دانشگاهی بورسیت نمیکنم. بفهم نفهم.